همکارم مصدق پارسا از شورای اتحادیه اروپا در بروکسل همراه ماست. مصدق، دومین روز این نشست از روز گذشته هم خودت اونجا بودی، مشخصا چه جزئیات بیشتر میتونی برای ما ارائه بدین؟ تا هر زمانی که لازم باشه اتحادیه اروپا در کنار اوکراین خواهد ایستاد. این پیام روشنی بود که رهبران اتحادیه اروپا در بیانیه نهاییشان به کیف فرستادن. البته پیام‌های دیگری هم در همین زمینه بود، یعنی این حمایت نه تنها در حال حاضر و در جنگ با روسیه دوام خواهد داشت، بلکه حمایت کامل و جامع از اوکراین، حمایت نظامی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و مالی از این کشور در سالهای آینده و برای بازسازی اوکراین هم دوام خواهد داشت. فشارهای بیشتر بر روسیه را رهبران اتحادیه اروپا گامی مهم دانستن، استقبال کردند از 11مین بسته تحریمی بر روسیه و در کنارش سهمگیری جمهوری اسلامی ایران و بلاروس در کمک به روسیه در این جنگ را محکوم کردند و از این دو کشور خواستند که هر چیز زودتر حمایتشان از روسیه در جنگ اوکراین را متوقف کنند. پیام‌های دیگری هم در نشست رهبران اتحادیه اروپا به توافق رسید. کاهش وابستگی اتحادیه اروپا به چین جز مسائلی بود که مطرح شد. در کنارش استقلال نظامی اتحادیه اروپا که مسئله بسیار مورد بحث هست، از سوی رهبران اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گرفت تا در کنار نزدیکی با ناتو این اتحادیه بتونه سیاست مستقل‌تری را در زمینه نظامی و امنیتی داشته باشه و همچنان توافق‌هایی که در زمینه اقتصاد صورت گرفت. اما یک مورد هم بود که نشست‌های رهبران اتحادیه اروپا را به بن‌بست کشید، سبب شد تا دیشب نشست رهبران اتحادیه اروپا تا نیمه های شب دوام پیدا کنه و سرانجام هم به توافق نرسند. این بحث مهاجرت هست، بحثی که مجارستان و لهستان به عنوان دو کشور مخالف طرح در برابر 25 کشور دیگه آنقدری مقاومت کردند تا رهبران اتحادیه اروپا نتوانند در بیانیه نهایی خودشان بر سر مسئله مهاجرت به توافق برسند یا نکته ای را درج کنند. طرحی که اجباری می‌سازد جابجایی پناهجویان در درون اتحادیه اروپا و کشورهایی که سر باز بزنند از پذیرش این پناهجویان باید در هزای هر پناهجو 20,000 یورو بپردازند، طرحی که مجارستان و لهستان نمی‌پذیرند و به همین دلیل این را میشه نکته دانست که به بن‌بست کشید مذاکرات را و در سرانجام هم به توافق نرسیدند رهبران اتحادیه در موردش. متشکرم از تو همکارم مصدق پارسا از بروکسل.